سلام سلام سرای گلم، عزیزای دلم، گوگولیان، بچه من امروز این هوا تکلیف و زودتر گذاشتم چون من کلاس که تموم میشه بعد بودو هم برم بعد بودو هم برم یه جا بذاری من تصویر بدم بعد بودو هم برم یه جایی به خاطر همین زودتر ترشم که کلاس تموم میشه من سری نمازم رو بخونم و نهارم بخورم و بودو هم برم. بله خانم دو چهار تکلیف گذاشته. بله ولی خانم هیچ جا نرفته، خانم همینجا در خدمت شما عزیزان هست. بذار اومده کنم دوربینم. بچه من هنوز با گوشیم. اوکی نمایش بزرگتر بذار بزنم اینو به پایه. هدیه هاتون رو باز کنین لطفا. ببینم بار گذاره. فایل‌های شخصی از سر یه بیاد سر کنیم. کتاب هدیهتون رو باز کنید درس درس سیزده. رادین آماده باش بعد از اذان. رادین کنفرانس چقدر طول میکشه؟ بهم میگی؟ اطلاع کن. رادین رضایی سیزده رو درس دادم برای حسن. بچه درس دادم همتون همینو میگیم چون قبلا درس داده بودم. چهاردهم که یادمه برای امام حسین بود درس دادم. درس پانزده. درس پانزده و بچه ها سلام. کودکان مدینه بازی و شادی مشغول بوده. خب من تصویر خودم رو قطع میکنم. کتاب رو میارم. رادین هستی پسرم؟ رادین رضایی کنم اسمت هم نیست، اسمتو نمیبینم.
اسمان نفر. سلام رادین، رادین کنفرانس چه زمان میبره؟ امامان میپرسی؟ سلام، 10 دقیقه. 10 دقیقه. خب پا بندازیم بعد از آن یا الان میگی؟ بچه ها الان، بچه ها رادین الان کنفرانس بده یا بعد از آن؟ بگید. بذارید من تصویرم رو قطع کنم، پیام ها رو بزرگ کنم. بگید الان 2 نفر، الان 3 نفر، 4 نفر. او رادین طرفدار زیاد داری. خب رایان فقط گفته بعد از آن، تاها هم گفته بعد از آن. 2 نفر به چند نفر؟ خب رادین تصویر بده. سلام خانم. سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ بفرمایید. بذار من تصویر خودتم بزرگ کنم. بفرمایید. موضوع کنفرانس در مورد مورچه. آها بچه ها دیدین؟ یکی از چیزهایی که ما تو کتاب علوممون دیدیم زندگی مورچه ها بود. بفرمایید رادین. الان میخواهم انواع مورچه ها را برایتان نام ببرم. مورچه های مهاجم، مورچه های برگبر، مورچه های انگل، مورچه های پرسزن، مورچه های سارق، مورچه های بردهدار، مورچه های خرمنچین، مورچه های جیردوش، مورچه های باغبان، مورچه های آتش سرخ. حالا عکس، هر کدومو بگی میارم. عکسشو بگم بره. بگو کدومو میخوای. مچای مهاجم. قبلیه بود. آها اینه. خب بگو. نه قبلی. اینه؟ بله. مورچه های مهاجم، گروهی از مورچه ها که حشرات و حیوانات کوچک در مواد پوسیده گیاهی را شکار می کنند. عکس بعدی. لاته ها برای خودش میشه مورچه های پرسه زن. یه پرسه میزنه اینو، اونم میخوره برای خودش. خب بعدی. کدومه؟ برگبر. اینه؟ نه نه مچه های برگبر. برگ نستش. قبلی. اینه؟ نه اون بلکه مچه. اینه برگ. اینه مورچه‌های برگبر. این مورچه‌ها در جنگل آمازون هستند. این مورچه‌ها قسمتی از برگ درختان را با خود به لانه میبرند و میخورند. مورچه‌های انگل. گل. چه شکلی قیافش؟ اینه؟ انگل. خانم رضایی خدایی اصل منطقی. مرسی عزیزم. انگل چه شکلی هم؟ مشکل شد دوتا. خب رادین رفتیم تو خونه مورچه. بچه بگردیم طبی انگله. بذار حدس بزنیم. اینه. اینه آره. میخوره. برای تهیه غذای خودشان هیچ تلاشی نمی کنند و غذایشان را از سایر موشه‌ها به دست می آورند. موشه‌های پرسه‌زن. آنها لانه خود را در تاریکی لانه موشه‌های دیگر می سازند و از
مواد دوریخته شده از آنها تغذیه می کنند. موچای سارق. سارق یا خدا دزدن؟ بله. اینا نیستن؟ نه یه چیز سنگ در الماس داره با خودش. اینه بکنم. اینه که اینه؟ اینه آره. آره. موچای سارق. آنها به آرامی وارد لانه موریانه ها می شوند و غذای ذخیره شده آنها را می دزدند. موچای برده‌دار. این موچه ها وارد لانه موچه های دیگر می شوند و پیله های آنها را می دزدند و با خود می برند و از آنها مراقبت می کنند و بعد از خروج آنها از پیله مجبورشان می کنند تا کارهای آنها را انجام دهند. عجب بدبختیه ها. بچه ها ببینید، مورچه های قرمز برده دار و مورچه های سیاه برده میره چیز میکنه، اونا رو هم تازه به برده گیره. خب مورچه های خرمنچین. مورچه است که از دانه گیاهان تغذیه میکنن. مورچه شیردوش. اینا رو عکسش نداری؟ آره بعدش نداری. بله آره نداره بعدش. خب این مورچه ها شته ها را شکار می کنند و با خود می برند و با ضربه زدن به پلویشان مایه شیرین مزدعی از بدنشان را می دوشن. موشای باغبان. موچه های باغبان. این موچه ها باغبانی می کنن و قاج های بسیار ریزی را پرورش می دن و غذایشان را از آن تغذیه می کنن. موشای آتش سرخ. این موچه ها در آمریکا یه جنوب است. موچه ها بله. موچه از نظر اندازه با هم فرق دارند ولی همه آنها شبیه هم هستند. همه موچه ها دو تا شاخک روی سرشان دارند و با این که بینی ندارن از طریق این شاخک ها بوها را احساس می کنن و به آنها شاخک ها آنتن هم می گوین. بدن موچه از سه قسمت تشکیل شده است. سر، سینه، شکم. عکسشون رو میاری؟ بله میارم. اینه خوبه همینه؟ نه نه فضا قبلیه؟ نه اونو نفرست نفرست چرا برف کن دیدم این که میگی به سرز من تصمیم شده یه چیزی چشم آخورده این هاشو همین که سر آنها شامل مغز چشم دهان است. موچه ها دارای پنج چشم هستند که سه تا از آنها روی پیشانی و دو تا در طرفین سر قرار دارند. عمر موچه ها ملکه یک سال عمر می کند و کار آن تخم گذاری است. ملکه است بچه ها. موچه های کارگر 8 تا 10 ماه عمر می کنند و کار آنها اینه که از تخم های ملکه نگهداری می کنند و
و غذا جمع‌آوری می‌کند. موش‌های نر 2 هفته عمر می‌کند. موش قوی‌ترین موجود در جهان است، چون که می‌تواند چند برابر وزن خود را حمل کند. دهان موش نقش یک سلاح دفاعی را انجام می‌دهد و با گاز گرفتن از خود دفاع می کند. موچه ها از دسته موجودات اجتماعی هستند و به صورت دست جمعی و گروهی زندگی می کنند. آنها می توانند در هر نوع آب و هوایی زندگی کنند. بیشتر موچه ها در زیر زمین زندگی می کنند و عمق لانه های آنها از 30 تا 40 سانتی متر است. آنها در تاریکی زندگی می کنند. همانقدر که روشنایی در زندگی ما تاثیر دارد، تاریکی هم برای موچه ها سودمند است. به خاطر همین روز و شب برای آنها معنی ندارند و آنها در روزهای گرم تابستانی از صبح تا شب تلاش می‌کنند تا غذای زمستانی خود را فراهم کنند. خیلی عالی بود، خیلی. بچه ها دیدین؟ برای همین من اصلا تو درس علوم در مورد مورچه ها صحبت نکردم، چون رادین قرار بود صحبت کنه. بسیار عالی رادین، بسیار عالی، لذت بردم. پس ممنون. متشکرم، خیلی عالی. دست خودت و دست مامانت هم درد نکن. خدا نگه. خواهش میکنم، خواهش میکنم. شما زحمت ها رو کشیدید. خب دوستات دارن تشکر میکنن. مرسی رادین، عالی بود. بچه چقدر شما ها خوبی. مرسی. این که قدردان زحمت های هم دیگه هستیم، اینو همیشه تا آخر عمرتون داشته باشین. همیشه قدردان زحمت های دیگران باشین. علی گفته مرسی. پسر درس 15 پویانم گفته مرسی، عالی بود. امیر رضا گفته عالی بود. مهراد گفته ممنون رادین. ممنون، همه دارن تشکر میکنن. اگر تو کلاس بودیم اینطوری میگرفتیم پرتت میکردیم بالا، میگفتیم بی بی بورا، بی بی بورا. خب خب پسرای من دوستش داشتی؟ آره. خب اصلا قشنگ بود، کنش قشنگ بود. محمد رضا گفته ممنونم. پرهام گفته مرسی. بچه تصور کنین رادین رو پرت کنین بالا، هیپ هیپ هورا. راست میگم بی بی هورا. بچه ها فرض کنین رادین رو پرت کنین بالا، بعد یادم بره بگیریمش. وا ویلا وا ویلا. خب صفحه بکنم برای شما بشه 60. امیرزا امیرزا خوشم میاد میخنده رادین. یاد بندازیم بالا یادمون بره، چه خنده دار میشه ها، خدا نیاره اون روزا رو. شما میگه زلزله میشه. بچه اگه بعد عید مدرسه باز شد قول میدم انقدر تو کلاس بازی کنیم تا خسته شیم. بریم بگیم مامان خسته شدیم دیگه، اینقدر خواهم روز برنی با ما بازی کرد. خب دیگه هدیه ها رو باز. ممنونم. یا خدا، خدا نکنه، خدا نکنه. خب من تصویر خودم میبندم چون تصویر کوچولو هست. خب صفحه شست و نه هایی اشتباه نکنم.
صفحه 72 میشه. خب 72 صفحتون برگشت به من یه ذره کتاب. خب پویه بخون. پویا دوربین بده ببینمت. سلام. سلام علیکم، خوبی؟ خوبم. بفرمایید. مدینه به بازی و شادی مشغول بودن. روی عکس پیامبر در کیسه پیچید. رسول خدا به همراه یاران خود به مسجد میرفت. چشم پیامبر که به کودکان افتاد گفت: سلام بچه ها، بچه ها سلام. بچه ها دور پیامبر را گرفتن و یکی یکی گفتن سلام سلام. جان چقدر خوشگل گفتی سلام سلام. مرسی پویا. بذار بعدی بخونه. مرسی عزیزم. سید امیر حسین بخونه. خدا کی بود؟ بچه بذاریم سید حسین بخونه. سلام، خوبی پسرم؟ بفرمایید. پیامبر با مهربانی دست کودک آمی گره و آنها را نوازش می کرد. رسول خدا بچه ها را خیلی دوست داشت. او همیشه به یاران خود می گفت تا زنده هستند سلام کردن به کودکان را ترک نکن. نه ترک نمی کنم. کودکان از این که پیامبری چنین از این که پیامبری چنین مهربان داشتن خیلی خوشحال بودن. متشکرم پسرم. محمد رضا. بعد محمد رضا مانی آماده باشه. سلام خانم. سلام عزیزم، چطوری؟ معمولا خوبم. شما خوبین؟ خوبم شکر خدا. معمولا کوچیک‌ترها به بزرگ‌ترها سلام می‌کنند و با این کار به آنها احترام می‌گذارند. پیامبر مهربان ما همیشه زودتر به دیگران سلام می کرد، حتی به کن دین اسلام. متشکرم عزیزم. مانی بفرما. مانی سلام. دین اسلام به ماست، به ما سفارش می کند وقتی همدیگر را می بینیم اول سلام کنیم و بعد حرف بزنیم. امام حسین علیه السلام میگوید سلام. متشکرم پسرم. آقای علی. علی جان بخون پسر. سلام کردن 70 پاداش دارد. 69 پاداش برای کسی که سلام می کند و یک پاداش برای کسی که
جواب سلام را می دهد. خداوند متشکرم در عزیزم. قرآن به متشکرم. مهربان. سلام خانم. سلام عزیزم، خوبی؟ بفهمید. خداوند در قرآن به پیامبر می فرماید وقتی مؤمنان پیش تو می آیند، فقل سلام علیکم، بگو سلام بر شما. سوره انعام آیه 54 صفحه 73. ای قربونتو برم، چه دقیقم گفتی، مرسی عزیزم. خب آقای مهیار از اول بگم. سلام خانم. سلام علیکم. دوربین ندادم به دوربین بده. به کجا رفتی؟ دست بالا کن. سیدم دست میبری پایین. سلام، مرسی. بفرمایید مهیار. سلام خانم. سلام علیکم. بفرمایید. خوبی؟ بله. بچه ها تا یادم نرفته، مهیار یه دقیقه صبر کن. بچه ها تا یادم نرفته، مهیار و تاها تو همین زنگ تفریق قبل کتاب زی که من برای تکلیف فرستادم و کتاب نگارششون رو ارسال، من نگارش مهیار رو سعی کردم و تاها رو. لطف کنید شما هم تا غروب برای من بفرستید که من برای این چند روز برنامه ریزی داشته باشم. بفرمایید پسر. کودکانه مدینه به بازی و شادی مشغول بودند. بوی عطر پیامبر در کوچه می پیچید. پیچید. رسول خدا به همراه یاران خود به مسجد می رفت. چشم پیامبر که به کودکان است شاد می گفت بچه ها سلام. بچه ها دور پیامبر را گرفتند و یکی یکی گفتند سلام سلام. سلام، مرسی. خب آقای تاها بخونه. بعد تاها کامیار. سلام عزیزم، خوبی؟ بفرمایی. امانو اگاهی سیستم هم قد شد، میده بدین کدوم خط بود؟ پیامبر با مهربانی. پیامبر با مهربانی دست کودکان را میگرفت و آنها را نوازش میکرد. رسول خدا بچه ها را خیلی دوست داشت. او همیشه به یاران خود می گفت تا زنده هستم سلام کردن به کودکان را ترک نمی کنم. متشکرم عزیزم، مرسی. پسر خوشگلم، خوشگل خوندی. آرشا بعد آرشا کامیار. سلام عزیزم، بفهم. کودکان از اینکه ایدار خانم خطا آخر بزن از آنو بگن آرشا. الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي أشهد أن علياً حجة الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة چرا قطع شد؟ نمیدونم. خب آرشا جونم بفرمایید. آرشا جان دستتو بالا کنی. بفرما پسر. کودکان از اینکه پیامبری چنین مهربان داشتند خیلی خوشحال بودند. بدانیم معمولا کوچکترها به بزرگترها سلام می کنند و با این کار به آنها احترام می گذارند. متشکرم. چقدر خوب خوندی آرشا. آفرین کامیار. بعد کامیار پرهام آماده باشه. بفرمایید. سلام خانم. سلام عزیز دلم بفرمایید. اما پیامبر مهربان ما همیشه زودتر به دیگران سلام میکرد، حتی به کودکان. دین اسلام به ما سفارش میکنه وقتی همدیگر را میبینیم اول سلام کنیم و بعد حرف بزنیم. امام حسین علیه السلام. متشکرم. سلام عزیزم بفرمایید. بعد حرف بزنید. امام حسین علیه السلام میگوید سلام کردن 7 پاداش دارد. 7 69 پاداش برای کسی که سلام میکند و 1 پاداش برای کسی که جواب سلام را میدهد. خداوند در قرآن به پیامبر می‌فرماید وقتی مؤمنان پیش تو می‌آیند فقل سلام علیکم، بگو سلام بر شما. ممنونم. خب بچه‌های گلم برید صفحه بعد. سلام کردن به دیگران باعث
به ماد بگو. باعث چی میشه؟ سلام. سلام علیکم. سلام. ما سلام کردیم، باعث چی شد؟ سلامتی. بله، باعث سلامتی، باعث ایجاد محبت. مرسی. پس سلام کردن به دیگران باعث هر چیزی میتونین بنویسین ها، هر کی هر چی دوست داره بنویسه. اینا جواباش آزاده، یه جواب مشخص نداره که ما بگیم مثلا حتما جوابش میشه این، مثل ریاضی که مشخص داره، نه. خب پس بنویسید باعث ایجاد محبت یا سلامتی. دیگه نفر بعدی رو که میخواد جواب بده. دیگه غیر از مهر، من همانند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با کسی روبرو میشوم در سلام. دیگه مانی بگو. اول سلام میکنم. آفرین. یا در سلام کردن پیش قدم میشوم، ابتدا من سلام میکنم، یعنی حضرت محمد ابتدا خودش میکردن. حضرت محمد در سلام کردن پیش قدم. خب بازم میگم اینا آزاده. بعدی وقتی به یک دیگر سلام میکنیم، یک، با هم بیشتر دوست میشویم، دو رو چی بنویسیم؟ مهیار بگو. سلام خانم. سلام علیکم. با هم دوست میشویم، به بزرگتر، به یکدیگر احترام میذاریم. آفرین، مرسی. نه همین رو بگو. پس چی شد؟ یک، خودش نوشته با هم بیشتر دوست میشیم، دو، می نویسه به هم احترام میذاریم. موقعی که ما سلام میکنیم به هم احترام میذاریم. بعدی رو پویان بگه. پویان سه چی بنویسیم؟ ما وقتی به هم وقتی به یک دیگر سلام میکنیم، سلامتی رو به هم هدیه میدهیم. آفرین. پس صدا تو پس شد، احترام میگذاریم. بعدی سلامتی رو به هم هدیه میدهیم یا از خداوند پاداش میگیریم ابتدا. ببین جواب ها میتونه متغیر باشه. بعدی خب بعدی ما مسلمانان هر روز در پایان نماز به پیامبر خدا درود میفرستیم و میگوییم سلام علیک یا رحمت الله و برکاته. یعنی من میگم شما، یعنی سلام بر تو
سلام بر کی پیامبر؟ سلام بر تو. ای پیامبر، سلام بر تو ای پیامبر و رحمت و رحمت و برکت خدا بر تو باد. سلام بر تو ای پیامبر و رحمت و برکت خدا بر تو باد. بقیهش بچه ها بمونه برای سری بعد. تکلیف ها رو براتون گذاشتم. تکلیف ها رو لطف کنید. چون نگارش و ما پای تخته انجام دادیم، لطف کنید هرچه سریعتر برای من ارسالش کنید. حالا یکی میبینی مامانش نیست، خب اشکال نداره، هر موقع مادرشون اومدن ارسال کنن، ولی نبینم یه مادر بگه که خانم روزبهانی اجازه بدین ما کامل کنیم بعد برای شما بفرستیم. اصلا پذیرفته، چون ما نگارش رو تو کلاس داریم انجام میدیم که باش مادرهاتون برداشته بشه. مادرهاتون اذیت نکنید. شما رو به خدای مهربان میسپارم. تکلیف ها رو گذاشتم بچه ها انجام بدید و برای من بفرستید. یه تکلیف برای امشب، همین امشب منتظرم. دو تا هم کاربرگه که تا روز جمعه مهلت دارین انجام بدین. کاربرگای دوره ای ریاضیه، چیز سختی نیست. یعنی سرجم دو تا کاربرگ و چهار سفر رو شما تو نیم ساعت میتونید انجام بدید. خدا